والامر كله لله. این نکته نکته خیلی مهمی است و اختلال در این نکته هست که کل پایبند بودن ما به نظام شریعت رو دچار اختلال می‌کنه. با واسطه گری، با شفاعت‌های مشرکانه‌ای که به ما آموزش داده میشه، شفاعت‌هایی که هیچ گونه اصلی در شریعت نداره، اختلال در عدالت الهی میکنه، بلکه اختلال در نفاذ شریعت الله متعال میکنه. با این منطق و با این سبک کلن پایبندی به نظام و شریعت میشه صفر. این آیه گفتیم که در دو مورد مکرر، هم در ابتدا میاد و هم در خاتمه خطاب بنی اسرائیل میاد، تا اینکه بدونن و بدونیم همه ما که فکر نکنیم چون امت محمد هستیم صلی الله علیه و سلم، خاتم المرسلین و پیرو دین محفوظ شده الله متعال هستیم، در نتیجه هیچ گونه بازخواست و سابقه کتابی برای وجود نداره. نظام عدل الهی برای همه یکسان است، بلکه مسئولیت وظیفه ما نسبت به پایبند بودن به نظام الهی بیش از کسانی هست که در ارتباط با این نعمت شرایط مختلف زندگی، شرایط مختلف اجتماعی موجب شده که از اون غافل باشن یا از اون محروم بمونن. برای تأکید بر این اصل و نفی کردن دعواها و ادعاهای غلط بنی اسرائیل و تأکید بر اصل عدالت الهی، الله متعال یاد آور میشه اساس و بنیاد عهدی که با ابراهیم علیه السلام بست و به همین صورت سببی که ابراهیم علیه السلام به عنوان ابوالانبیا در سلسله نسب بنی اسرائیل سرچشمه این خط خیر و فضل الهی به شمار میاد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمه، آنگاه که بیاد بیارید، آنگاه که الله متعال آزمایش کرد ابراهیم رو با کلماتی و او با در این آزمایش این کلمات رو با کمال خودش پایبند ماند یا بهش پایبند ماند.